پاسخ دندان شکن نورستانی، افسر شجاع پیشین به سخنان اخیر امرالله صالح. همچنان واکنش ها در برابر جنرال استاد جلال با ملا نعیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. امرالله صالح روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: در 21 سال در مورد خانه های شخصی هیچ یک از رهبران طالبان فیلم مستند نساختیم، در حالی که می توانستیم و نخواستیم زندگی خصوصی هیچ یک از آنها را به تمسخر بگیریم. ما احترام به کرامت انسانی و حریم خصوصی انسانها داشتیم و داریم. بیاد داریم که یکی از رهبران طالبان را در حالی که با خانوادهش در سفر بود دستگیر کردیم. تا زمانی که در حضور او خانوادهش را در منزل مورد نظرشان جا به جا نساخته بودیم، خودش را به زندان انتقال ندادیم. روش متعارف و قانون محور ما به ضعف ما مبدل شد. طالبان به هیچ یک قانون و اصول دیروز هم پابند نبودند و امروز هم نیستند. چپاول خانه هایی که تلاش میکنند تحقیر و توهین اعضای خانواده های مظنونین و حتی شکنجه آنها هر روز دوام دارد. در برابر این ظلم و وحشت راه جز مقاومت نیست. این گروه دست نشانده و ستم پیشه شکست خوان خورد، حالا نیز به از آن شکست خوردن و در بعض نقاط چنان مصروف چپاولند که گوی فردای وجود ندارد. یکی از دکتران در نامه به من نوشته است که اکثر طالبانی را که تداوی کرده و یا زیر تداوی دارد معتادند و درجه اعتیاد آنها چنان پیش رفته است که دوای بیهوشی یا انستیزی بالایشان کار نمی کند. این معتادین اسلحه بده است، هم پلیس هستند، هم سارنوال و هم قاضی. این رژیم دست نشانده و بیگانه با مدنیت به فجیع‌ترین شکل آن سرنگون خواهد شد، مطمئن باشید. واکنش مصطفی نورستانی به سخنان امرالله صالح. نورستانی و صالح سرنگون خواهد شد، اما برای شما جای نخواهد بود، مطمئن باشید. از پرورانیدن فکر دوباره آمدن و حکومت کردن در ذهنتان نیز دست بکشید، برای صحتتان خوب خواهد بود. در باطلدانی تاریخ افغانستان خود را انداخته اید. وقت نوشته هایتان را می خوانم. اولین جلسه ای که در دوران سرپرستی وزارت داخله ایتان با شما داشتیم یادم می آید. واقعا متعجب شده بودم. قبل از آن دید من نسبت به شما متفاوت بود، اما با توجه به حرکات بیجا، عینک انداختنتان روی میز، اکت های استخباراتی تان، البته بدید خودتان جیمز باند بودید. حرف های بزرگ بزرگ و خیال بافی هایتان در آن جلسه شما را خیلی کوچک، احساساتی و از خود راضی یافتم. مشوره مفت من برایتان این خواهد بود که از سیاست و نوشیدن اطلاعات از این بیشتر کنار بروید. پروپاگاندای بدون اساس و ریشه را بگذارید و از داشته هایتان استفاده کرده به زندگی نرمال ادامه دهید. ورزش و بایسکل رانی کنید تا وزنی که در دوران معاونت اول گرفته بودید را ببازید. هنوز هم افغانهای وطن دوست و صادق هستند که بدون در نظر داشت منافع شخصی و از خود بچه فیلم ساختن برای نجات افغانستان کار می کنند. شما تشویش نکنید. این رژیم نیز سرنگون خواهد شد. مطمئن هستیم که شما در سقوط آن نقش و سهم نخواهید داشت. لطفاً با پوست کردن در فیسبوک و تویتر بالای مردم از این بیشتر نمک نپاشید. واکنش یعقوبی اسنا به مصاحبه جنجالی استاد جلال با ملا نعیم. شکستاندن ترس و سکوت ملت. استاد جلال به چند مورد اساسی اشاره کرد. 1. مردم در کابل با مقامات طالبان افهام و تفهیم نمی توانند. طالبان زبان مردم را نمی دانند یا نمی خواهند زبان مردم را بدانند. حکومت باید برای مردم باشد. 2. مردم امنیت ندارد. از نداشتن امنیت در حال فرار است. حکومت برای امنیت مردم باید باشد. 3. مردم نان و شغل ندارد. از گرسنگی و بیکاری در حال فرار است. حکومت باید برای مردم شغل و آسایش بیاورد. 4. منافع ملی و مردم باید بر منافع گروهی و غیره اهمیت داشته باشد.
اما طالبان منافع ملی و مردم را ترک نمی کنند و منافع گروهی مذهبی و قومی خود را بر منافع ملی و مردم ترجیح می دهند. 5. حکومتداری بدون روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان ممکن نیست. اما طالبان درکی از روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان ندارند. بنابراین فاجعه بشری خطرناکی در افغانستان در راه است. 6. حکومت طالبان بنابه انگیزه قومی غنی و منافع پاکستان روی کار آمده است. نمیتواند فراگیر باشد. یادداشت: استاد جلال این سخنان را برای حمایت از سرنوشت جمعی مردم افغانستان با شجاعت و واقعی بینانه بیان کرد. مردم نان، امنیت و شغل ندارند. فاجعه خاموش در حال بلیدن زندگی و سرنوشت مردم است. طالبان تا به مردم نان و شغل و امنیت بیاورند، به مردم برچسب کمونیست و کافر میزنند. برای این که چرا بحث امنیت، شغل و نان را مطرح میکند؟ استاد جلال غیر از نان، شغل و امنیت مردم چیزی نگفت، اما نماینده طالبان به استاد جمال میگوید کمونیست. شاداب امین بیگزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: استاد جلال صدای مردم است. او سکوت را شکست و فریاد زد. استاد جلال در اوج قدرت مارشال فهیم او را به نقد گرفت. در اوج قدرت احمد کرزی او را نقد میکرد. در اوج قدرت اشرف غنی، غنی را به چالش میکشید و چنان نقد میکرد که هیچ رسانه جرأت نشر آن را نداشت. و حالا در اوج قدرت طالبان این گروه را مردانه با صدای بلند و با شهامت نقد میکند. دستان استاد جلال از بوسیدن است. و در پایان، راحله دوستم، دختر مارشال دوستم، روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: دکتر جلال امشب در برنامه زنده فراخبر طلوع در کابل نعیم وردک از رهبران طالبان را گوساله خواند. مبارزه تنها با اسلحه نیست. مبارزه زیر تهدید میل تفنگ شجاعت میخواهد. تاریخ گواه خواهد بود. استاد جلال امشب سکوت مطلق رسانه ها و ملت را شکست. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.